بخش از برنامه آقای علی شاکری زند، همکار نزدیک و رایس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی در زمان حیات دکتر شاپور بختیار هستند. با ایشان درباره مسائل حول و حوش آزادی علی وکیلی را قاتل آخرین نخست وزیر ایران در دوران پهلوی و بازگشت او به ایران گفتگو میکنیم. آقای شاکری درود به شما، خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. آقای شاکری، واکنش شما به عنوان یکی از نزدیکان دکتر بختیار از دیدن تصاویر گذاشتن تاج گل بر گردن آقای وکیلی را در هنگام ورود به تهران چیست؟ و الان سخنگوی وزارت خارجه ایران هم به استقبال ایشون رفته. بله، دو مقام رسمی به استقبال قاتل رفتن، یکی قشقایقوی نامی که معاون وزارت خارجه است و شخصی به نام کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اسلامی. اینها با گذاشتن تاج گل به گردن قاتل و استقبال از او برای چندمین بار در حقیقت از طرف جمهوری اسلامی اعتراف کردند که این قتل ها، یعنی قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه که همزمان با ایشون به قتل رسید، از طرف جمهوری اسلامی انجام گرفته بوده. آقای شاکری زن بفهمید. بله، و این منظره بسیار منظره زننده است از نظر هر شخص عادلی در جهان که خواستار رعایت عدالت و جلوگیری از تروریسم. آقای شاکری، آزادی آقای وکیلی راد برای تهران چه ارزش سیاسی داره به نظر شما؟ این بسته به دولت هایی است که در بسته کار باشن. برای دولت آقای احمدی نژاد که بیشتر برای کشورهای غربی دائم خط و نشان میکشه، یک پیروزی ممکنه به نظر بیاد، ولی از نقطه نظر کسانی که به جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت تروریست نگاه میکنند، یک ننگ به شمار میاد. برای اینکه با تقاضای آزادی، البته تقاضای غیر رسمی آزادی وکیلی راد قاتل دکتر بختیار و نهایتاً از طریق باشخواهی موفقیت در آزاد ساختن او، در حقیقت جمهوری اسلامی به دست داشتن در این عمل تروریستی اعتراف کرده و این افتخاری نمیتونه برای هیچ دولت و رژیم باشه. آقای شاکری، این بحث به شکل مطرح هستش که ایشون حدود 16 سال از دوران محکومیت خودش رو پشت سر گذاشته. آیا آزادیشون از لحاظ حقوقی مشکلی داره؟ عرض کنم که این آزادی نامش آزادی مشروطه. از طرف قاضی رسیدگی به اجرای احکام معمولا حکم این آزادی صادر میشه. این مشروط به معنای این است که مجرم به جرم خودش و اعتراف کرده باشه و در حقیقت پذیرفته باشه که در آینده نظایر اون جرم رو انجام نمیده. همه جنایتکاران یا مجرمینی که به عنوان مشروط از زندانشون کاسته میشه و اونها رو آزاد میکنن، تحت این عنوان آزاد میشن. ولی در مورد وکیلی راد این موضوع صدق نمیکنه، چون وکیلی راد هرگز به جرمش اعتراف نکرده و اظهار پشیمانی هم نکرده و امروز هم با افتخار وارد تهران شده و انگشتاش رو، دو انگشتش رو به عنوان پیروزی در هنگام استقبالی که از اون میشد بلند کرده بود. آقای شاکری، نقش آقای لولا و بشار اسد رو در این ارتباط چطور می‌بینید؟ رئیس جمهور فرانسه تشکر کرده از اونها در مورد آزادی خانم کلوتید ریس، و فکر می‌کنید این ماجرا چه تأثیری بر سیاست خارجی دولت فرانسه خواهد گذاشت؟ اولا آقای لولا سفرش به ایران همزمان با آزادی کلوتید ریس بود. من تصور نمی‌کنم که آقای لولا توانست باشه در این مورد نقشی بازی کرده باشه. اون چیزی که مسلم است این است که از روزهای نخستین گروگان گرفته شدن خانم رایس، دولت سوریه بلافاصله مورد تماس قرار گرفت از طرف فرانسوی ها و مثل همیشه وساطت این کار رو به عهده گرفت و مثلا با توجه به آنچه که مشاهده کردیم و شنیدیم از طرف مقامات فرانسوی و ایرانی، در حقیقت حل شده بوده، خیلی پیش از اینها حل شده بوده از طریق دولت سوریه. منتها با توجه به اظهاراتی آقای احمدی نژاد در یکی از مصاحبه‌های خودش با یک تلویزیون فرانسوی انجام داد و قضیه رو از حالت سری به حالت علنی و نیمه رسمی در آورد و موجب اعتراض آقای نیکولا سارکوزی شد که در اون زمان در نیویورک بود، به طوری که ایشون گفت که من کسی نیستم که یک دانشجوی بیگناه رو با قاتل شاپور بختیار معاوضه بکنم،
قضیه به تأخیر افتاد و دچار پیچیدگی شد. به هر حال با گذشت زمان، از اونجایی که دولت فرانسه در گذشت بارها نشون داده بود که در مقابل فشار باج‌خواهان تسلیم میشه و قاتلین رو آزاد میکنه، این کار انجام گرفت و آقای برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه هم بعد از اظهارات آقای رئیس جمهور فرانسه از نیویورک اظهار کرده بود که جریان وکیلی را در هر حال از طریق مجرای قضایی دنبال میشه و جریان خودش رو طی میکنه و در حقیقت با این گفته به طور غیر رسمیشون وعده داده بود که این قضیه به نتیجه خواهد رسید. تشکر میکنم از شما آقای علی شاکری زند در پاریس، سپاسگزارم.